سلام عزیزان، خیلی خوشحالیم که با برنامه و مسابقه چهار جوابی کتاب مقدس در خدمت شما هستیم. سلام علیکم. سلام. خیلی خوش اومدین. در خدمت شما هستیم. آماده هستید برای سوالا؟ آمین. آمین. خدا رو شکر. بسیار عالی. یه متن خیلی کوتاهی میخوام عرض بکنم و بعد بریم سراغ سوالمون. همه ما انسان‌ها روزی به دنیا میایم و روزی میمیریم، درسته؟ اوکی، این شما با این موضوع. اما دو نفر هستن که همچین اتفاقی در کلام خدا براشون نیفتاده. پس سوال ما اینه، همونطوری که میتونید روی مانیتور سوالو ببینید، دو فرد که کلام خدا به وضوح میگه به آسمان برده شدند چه کسانی بودند؟ گزینه شماره 1 ایلیا و الیشا، گزینه شماره 2 الیشا و خنوخ، گزینه شماره 3 ایلیا و خنوخ، گزینه شماره 4 متا و مرقس. هر سه شما عزیزان میتونید به این جواب بدین، پس میتونیم با شما شروع بکنیم. گزینه شماره 3 ایلیا و خنوخ. ایلیا و خنوخ شما میفرمایید. شما دنی جان؟ منم فکر کنم 3. شما هم فکر میکنین گزینه شماره 3؟ مطمئنی دیگه؟ مطمئنم. شما مطمئنی؟ بله. شما چی؟ چون این دو نفر خیلی مطمئن نبودن، من گزینه شماره 1 رو انتخاب کردم. گزینه شماره 1 رو شما میفرمایید. پس دو نفر که کلام خدا به وضوح میگن به آسمان برده شدن چه کسانی بودن؟ شما فرمودین ایلیا و الیشا، شما فرمودین ایلیا و خنوخ. بله. و شما هم فرمودین ایلیا و خنوخ. اوکی دیگه. بله. جواب درست این سوال هست گزینه شماره 3 ایلیا و خنوخ. خدا رو شکر. کلام خدا در پیدایش باب 5 آیه 24 چنین میگوید: خنوخ با خدا راه میرفت و دیگر یافت نشد، زیرا خدا او را برگرفت. دوم پادشاهان باب 2 آیه 11 و 12 چنین میگوید: ایشان قدم زنان با هم گفتگو میکردند که ناگاه عرابه ای از آتش با اسبانی آتشین پدیدار شد و آن دو را از یکدیگر جدا کرد و ایلیا در گردبادی به آسمان بالا رفت و الیشا این را دید و فریاد برآورد: ای پدر من، ای پدرم، عرابه ها و سواران اسرائیل، و دیگر ایلیا را ندید. خدا رو شکر. آمین. مرسی، خیلی خوشحالیم که در این قسمت با شما بودیم. تا مسابقه دیگر با شما خواهیم بود.